جامعه بازارهای خامنه ای در شهرهای مختلف صحنه تشدید جنگ گرگ ها بعد از شعبدی انتخابات بود. آخوند علم الهدا در نمایش جمعه مشهد با اشاره به جواد ظریف از مجلس رژیم خواست به امثال او رأی ندهند. اگر بناشی فردی رو به عنوان متولی سیاست خارجی در این کشور تأیید کنن، کسی رو تأیید نکنن که تو مغزش اینه که با دشمنم میشه دست داد. یه همچه کسی رو به عنوان متولی سیاست خارجی خدای نکرده تأیید نکنن. حالا یه سفیر وزیر خارجه امریکا بیا دست آقا رو بگیر بیام تو خیابون با هم قدم بزنیم و بعد همه چی بدن سانتیوریجا رو مثل حلبی بار کامیون کنن بزن بیرون تو آب سنگین عراق، عرضم به حضورتون که بتون بریزن در مقابل یک همچه حرکتی. بعد از این ساده حرکت های ساده لوحانه ما اجتناب کنیم. اگر استه چیر تو گاتا پاد زام امیز حکومتی میز چشور میز آیرش سوردن استیم چی بردا جرم اگام و معظم رهبرینون سوزیم منات کرار گره. آن کسی که با انقلاب با امام راهل با نظام اعظامی ذره ای زاویه داشته باشد او به درد شما نمی خورد، او هم کار خوبی برای شما نخواهد بود. الان همه جزین تو چی و چی های رئیس جمهور کابینه است چیمداری جدیده چی استانلارده ده حساس دار چه سکان مدیریت استانلاری چیمداری جدیده آیه رئیس جمهور جتمسون سراغی او آدمları که اعتقاده بودی شاخچلی ده امریکانın elindeydi. Urpa'nın elindeydi. Bunlar bir tane bombayla köbüzünü abud edebilirler. Ayrıca sumur bunları dövre koyma. Bunlar var dövre koysun çorlayacaksan, işi de çorlayacaksan, hükümeti çorlayacaksan, nizama zarba edecek. در جمعه بازار تهران نیز عده‌ای از بسیجیان مخالف پزشکیان علیه ظریف شعار دادند. ظریف گورتا گم کن! 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 ظریف گورت و گم کن! فقیهی مشاور رسانه‌ای رفسنجانی درباره شدت حملات امام جمعه‌های رژیم علیه جواد ظریف که پزشکیان انتخاب وزرای پیشنهادی دولتش را بر عهده او گذاشته نوشت: مالکشان سه سال اخیر که 8 سال یک نفس علیه دولت روحانی تاختند و دروغ ساختند دوباره به تنظیمات کارخانه بازگشتند تا نگذارند قدمی در مسیر رفع تحریم ها و حل برخی مشکلات معیشتی برداشته شود. وی گفت در حاشیه های شعار توهین‌آمیز علیه ظریف در نماز جمعه باز هم همان آش و کاسه. معتقدند یا دولت باید از ما باشد یا دولت های سایه و شبه سایه را به جانتان می اندازیم. اما واقعا چرا آنقدر زود؟ چرا فحاشی به ظریف در نماز جمعه؟ آن هم در شرایطی که دولت هنوز کابینش را معرفی نکرده. از سوی دیگر پاسدار جلیلی نیز در پاسخ به حملات شدید باند رقیب نسبت به دولت سایه او اعلام کرد که دولت سایه را با قوت و جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد. ایراد بگیرند و ما را محکوم به دخالت در امور کنند همین است. در همین حال پاسدار جلیلی از سوی عرب صادقی معاون مستعفی باند مؤتلفه مورد حمله قرار گرفت. او گفت اگر با تندروهای خودسر خطکشیتان را مشخص نکنید پایان سیاسیتان نزدیک است.